سلام علیکم، چطوری؟ یه رژ لب برات بزنم. یه اتفاقی افتاد، گفتم بذار یه خرید بزنم. این هم داره یا؟ گفتم یه خرید بذارم، تنگ حرکتم و با تو صحبت کنم. ببین امروز چی شد؟ امروز روز پدره ما، به خاطر روز پدر ستایی رفتیم یه رستورانی، یه تیکه پارکینگو کردن چیز رستورانو، همه با هم مثلا اونجا توی پارکینگ میشینن و اینا. رفتیم اونجا غذامون رو خوردیم، ببین خیلی سرشون شلوغ بود، غذا رو خیلی دیر می آوردن، یعنی از لحظه‌ای که سرویس رو میگرفتن تا غذا رو بیارن خیلی طول میکشید، خیلی. بعد یه میز کناری ما که مامان بزرگ ایرانی بود ولی دختره اون یکی بابا بزرگ، اینا همه غیر ایرانی بودن همشون، اینا شروع کردن مثل که اینا شکایت کرده بودن، گفتن با ما خوشحال نیستیم و اینجا وضعیه با هم اینا. بعد مثلا مدیر رستوران اومد، یه خانم ایرانی، بچه ها من تا حالا یکی به این لاود بلند تو محیط آزاد دیده بودم. بعد ببین داشت توضیح میداد، هی بعد میش همه رو نگاه میکرد، مطمئنش همه ما داریم میشتبیم، انگار داشت مثلا درس میداد، داشت فریاد میکشید، فریاد انقدر جیغ جیغ میکرد، همه رو معذب کرد. بعد کانادا اینجوری نیستن که اصلا، هی زنه میگفتش که تونی دان یه ذری یواشونه. آخر من برگشتم بهش نگاه کردم گفتم ببین You're so loud. You're making us uncomfortable. ما رو داری uncomfortable میکنی. ما که پاشدیم زودتر اومدیم، یعنی همسرم گفتی که this is her دیگه، این متوجه نیست. هی داشت میگفت نه امروز فادرز دیه، خیلی شلوغه، ما دیگه میخوای چیکار کنم؟ گفتم پول غذات رو ما میدیم، غذات مجانی شده آناست، چرا تو هنوز شاکی؟ بعد زنه میگفت تو وایستدی بالا سر من دارم غذا میخورم، تو داری جیغ میکشی، این منو داره اذیت میکنه، من uncomfortable معذبم. بازم حالیش نبود، همینجوری این خانم جیغ کشید. بچه هم گفتش که من صدام بلنده، کاری نمیتونم براش بکنم. فکر کن یعنی چی به عنوان مدیر رستوران که این همه دختر پسر جوان دارن زیر دستت کار میکنن، تو هنوز نمیتونی یاد بگیری چجوری باید رو تونال تون صدات کار کنی؟ What the fuck، چی با من؟ یعنی اصلا وحشتناک. خلاصه خیلی من آنکافته بشم، یعنی قضام که مثلا یه تیکه سنگ شد مون تو گلوم و خیلی اذیت شدم. منی که به فرهنگ و چیه فارسی نازنینمون آشنا هستم، به ماجرای ایرانی بودنمون و کارامون آشنام، خیلی آنکامفتبل شدم. یعنی اصلا بعد فکر کردم که این از کجا میاد؟ این از نداشتن کامن سنس میاد، از این میاد که آدم ها متوجه نیستن که ببین وقتی که بلند بلند صحبت میکنی بقیه رو آزار میدی، تو داری به فضای بقیه تجاوز میکنی. من مشتری دیگر اصلا انتخابم نبود که بیام حرفای تو رو بشنوم، اصلا انتخابم نبود که تو محیط تو باشم، انتخابم نبود که جیغ جیغای تو رو گوش کنم. من اومده بودم غذامو بخورم، در آرامش روز پدر جشن بگیریم و بزنیم بریم دنبال زندگیم، میدونی؟ ولی تو انقدر ونگوون کردی که اصلا دلروده ما ریختی به هم. هی همه سعی کردم چیز بذارم و فیلتر بذارم، ولی بعد بچه من پشتم به همه بود، برگشتم نگاه کردم همه معذبن، همه. حالا چی برمیگردی؟ من اینو برای necessarily specifically مخصوصا برای بچه‌های خارج از ایران دارم میگم. خیلی وقتا مهم نیست که نگاه کنیم بگیم آه من باید سریع حرفمو بزنم، حرف باید ببینیم حرف و کجا کی چجوری باید دلیور کنیم. از هر چی دلتون خواست، از هر چی دلتون خواست نگین، مواظب دلیوری پیغامتون باشین، آدم ها رو معذب نکنیم. آدم ها خیلی وقتا دلشون نمیخواد یه سری چیزا رو بشنون در یه جایگاهی. اگر هم فکر میکنیم حق داریم، آخه باید طرف هم آماده باشه که حرف ما رو بشنوه. میدونی؟ آماده باشه که ببینه من حرفی برای گفتن دارم. یعنی میخوام بهتون بگم برای دریافت پیغام باید طرف آماده باشه. اگه آماده نباشه چی میشه؟ همینی میشه که این شده بود، نه اون خانمه دلش میخواست چیزی بشنوه، نه ما دلمون میخواست چیزی بشنوه. هممون درگیر شدیم با یه چیز بی خودی. این چرندی که او تون آف وایس طرف همینه، من صدام لول صدام همینه، پس بنابراین من دیگه کاری نمیتونم بکنم، این اصلا حرف بی خود چرندی بیش نیست، اصلا میتونیم روش کار کنیم. و این شو آف زیادی که هی سعی کنیم به همه بگیم منو ببین از یه جایی میاد که بعدا روش بیش صحبت میکنم. بازه خود تو باشی، بای. ببین مامو ببین چجوری شد، دلم نیومد راجع به اون خانومه رستوران داره صحبت کردم که ایرانی بودم و اینقدر تجربه بد برام گذاشتم، و راجع به ایموشنال رگولیشن صحبت کردم، راجع به کاستمر سرویس داد. الان رفتم اینجا یه مغازه به نام شاپرز، رفتم کرم دور چشم رو میخواستم بگیرم. این خانوم یه خانومیه به نام
خانم مهرنوش در شاپرز لزلی و یورک میلز. اینجا شاپرز محبوب منه. بچهای تورنتو اگه دلتون خواست بیاین پیش این خانم، یک شنبه هم هست، بگین من فالوور سلمازم، سرویس ویژه بهتون میده. ببین اینجوری آدم میتونه. حالا بگذاریم از اینکه دونه دونه برام توضیح داد که اون چیزی که میخوام. من دو تا برند بهش نشون دادم، گفتم من از این برندا میخوام. یکی شیسیدو بود برای دور چشم، الان حساسیت داره، و یکی لانکوم. ایشون یک برند دیگه کلارنس و یه پروداکت جدیدش رو بهم داد، برام توضیح داد. منم به درماتولوژیستم زنگ زدم، اونم دوستمه، کانکشنز. بعد محصولات جدید دونه دونه، همه اون چیزایی که من میخواستم برام توضیح داد چیان، و به هم نمونه داد، گفت الان نخر، برو استفاده کن ببین کدومش بهت میخوره، ببین چقدر داد. ببین هر کدومشون برای 4-5 روزه ها، و به هم گفت ببین انقدر بزن که مطمئنش حساسیت نمیده بود توی زمانهای مختلف ماه استفاده کن، بعد اگه دوست داشتی بیا من بهت میدم همون چیز که میخوای بخر. قشنگ برام وقت گذاشت. I got such a great feeling، یعنی واقعا حس خوبه که سرویس گرفتم، حالمو خوب کرد و بهم داد. داره کارشو میکنه، ها؟ داره کارشو میکنه. و من تا حالا دو دفعه هم شده که مثلا یه چیزی گرفتم نمونه سامپل نداشتن، یه بار استفاده کردم مثلا یه بار، بعد بهم گفت ببین اگه دیدی که این برات خوب نیست بیا من با چیزی که برات خوبه عوض میکنم. همه جور، البته من استفاده کردم و درست شد، ولی مثلا میخوام بگم همه جوره هست برای کاستمرش، از همه امکاناتی که اینجا میذارن برای کاستومرها استفاده میکنی که سرویس بده. آقا this is customer service. بعد انقدر قشنگ، من مثلا داشتم ازش تعریف میکنم از صورتش، انقدر قشنگ دیدم چقدر با اموشنش در ارتباطه، صبر کرد گذاشت، بعد گفت you're so sweet، بعد تعریف کرد که من آرشم رو اینجوری میکنم اینجوریه، یعنی اصلا کیف کردم با این طرز برخوردش. اینو ما میخوایم. موقعیت همونه، فرق نمیکنه، کار همونه. خانم ما خفه شدن، کار همونه، فرق نمیکنه که این داره کارشو میکنه اونم داره کارشو میکنه، ولی مطلب اینجاست که هر کی با کارش چجوری کنار میاد، چقدر خوب سرویس بلده بده و چقدر ارزش قائله برای کاستومرش. این خانم ارزش قائله هم برای خودش هم برای کاستومرش. خیلی باجالب بود در یک روز، در دو عرض دو ساعت. برم به بقیه کارام برسم. موضوع خودتون باشین. بای.